مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا در سه بخش حفظ، تلاوت و تفسیر قرآن کریم پایان یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، شیخ حسن منصوری مدیر دارالقرآن این آستان مقدس در این باره گفت در بخش تلاوت این مسابقات قاریان اجراهای ضبط شده خود را برای ما ارسال کردند و پس از ارزیابی این تلاوت ها از سوی اعضای کمیته داوران در نهایت 20 قاری برای شرکت در مرحله نهایی رقابت ها انتخاب شدند. وی افزود مرحله مقدماتی مسابقات در بخش حفظ و تفسیر نیز پایان یافته و شرکت کنندگان در این دو بخش با حضور در ساختمان دارالقرآن آستان حسینی در شهر مقدس کربلا این مرحله را پشت سر نهادند. شیخ حسن منصوری اظهار کرد که شرکت کنندگان دو بخش حفظ و تفسیر به صورت کتبی و به مدت 100 دقیقه به 50 پرسش قرآنی پاسخ دادند که در نهایت در هر رشته 20 نفر به مرحله نهایی راه یافتند. این مسابقات به همت دارالقرآن کریم وابسته به آستان مقدس حسینی و در سه رشته حفظ، تلاوت و تفسیر برگزار می شود و مرحله نهایی این رقابت ها در روز سه‌شنبه 5 تیر ماه در زائرسرای سیدالاوصیا در کربلا برگزار می شود. زیارت خانه خدا برای نفر اول، زیارت مشهد مقدس برای نفر دوم و مبلغ 500,000 دینار عراقی برای نفر سوم از جمله جوایزی است که از سوی آستان مقدس حسینی به نفرات برتر این مسابقات اعطا می شود. همچنین برگزیدگان این مسابقات به عنوان نمایندگان عراق در مسابقات بین المللی قرآن جایزه کربلا که قرار است سال آینده برگزار شود حضور خواهند داشت.